برای صحبت بیشتر در این باره، سید نادر آموزگار، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تهران با ما همراه هستند. سلام، وقتتون بخیر. جناب آقای آموزگار، به نظر شما این دست اقدامات عربستان سعودی سنگ‌اندازی است یا یک روال عادی محسوب می شود و اساساً این کشور به دلیل میزبانی چنین حقی را دارد یا موظف است که روند حج را تسهیل کند؟ سلام علیکم، وقت شما بخیر. خیلی متشکرم از وقتی که به بنده دادیم برای صحبت در این مورد. دولت عربستان متاسفانه سوء استفاده میکنه از موقعیتی که در مدیریت حرمین شریفین به عهده‌اش گذاشته شده. این شباهتی داره به سوء استفاده که آمریکایی ها از مقر سازمان ملل در نیویورک بودن بارها کردن، ولی نه به این شدتی که عربستان سعودی این کار رو کرده. مسلما حقش نیست. در هر صورت قوانینی داره هر کشوری، ولی در حد معقول و مشروع، ولی نه سوء استفاده. بنابراین نه، موافق نیستم با اینکه عربستان روند طبیعی رو داره دنبال میکنه. بله. به نظر شما دلیل این گونه رفتارهای عربستان چه میباشد؟ ببینید، آقای بن سلمان که عملا حاکم کنونی عربستانه، با اینکه ولیعهد هستش در اونجا، یه اصلاحات خیلی گسترده ای رو عمدتا در صحنه فرهنگی و مثلا مدرنیست، گسترش مدرنیست در کشور شروع کرده، برای اینکه بتونه این روند رو خیلی جدیتر و قویتر ادامه بده دست به انجام اینجور قانون گذاری. ما تنها کشوری نیستیم که در این مورد، در واقع در تمام جهان اسلام با این مسئله روبروست، و متاسفانه وحدتی که ما مسلمون ها با هم دیگه تو جهان اسلام نداریم باعث شده که عربستان در مقابل عربستان همینجور که توی گزارش شما چنیده شد و همه هم میدونیم لابی بسیار قوی در دنیا داره با استفاده از ثروتش و این امکانی که در اختیارش هست در اونجا. بله. جناب آموزگار، در گزارش هم آمد که دولت عربستان از نفوذ بین المللی بسیار قدرتمند خود برای رهایی از تیغ تیز انتقادات جهانی در این زمینه بهره میگیره. چه راهکارهایی برای پایان به این گونه رفتارهای عربستان و پاسخگو کردن این کشور وجود داره؟ راهکار بهترین راهکار اینه که مسلمان‌ها دوباره بتونن به وحدتی که به خصوص دو تیره مهم اسلام، شیعه و سنی برسن، که نشانه های زیادی از این نمی‌بینیم متاسفانه. به جای اون تفرقه و دشمنی که بین این دو تیره هستش، مرتب با عمدتا همین نفوذی که عربستان داره و نفوذی که صهیونیست ها روی عربستان و خیلی از قسمت های جهان اسلام متاسفانه دارن، داره بیشتر جواب میده تا اون حرکتی که جمهوری اسلامی به طرف خواست طرف وحدت اسلامی بکنه و متاسفانه توفیق چندانی در این زمینه نداشت. راه دیگه ای به نظر من زیاد در این جهت نمیرسه، به خصوص که ایران موقعیت زیاد قوی نداره در جهان اسلام و در صحنه سیاسی بین‌المللی امروز. بله. سید نادر آموزگار، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تهران، ممنونم از شما.